دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هم با تمام حاشیه‌هایی که داشت به پایان رسید و ما شاهد ترکیب جدیدی در مجلس دهم خواهیم بود. در همین ارتباط گفتگویی داشتم با سرکار خانم فائزه هاشمی رفسنجانی که توجه شما رو به این گفتگو جلب می‌کنم. خانم هاشمی، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید دوباره و در این گفتگو شرکت می‌کنید. خواهش می‌کنم. من در خدمتتونم. به عنوان اولین سوال، خانم هاشمی، شما سفری رو داشتید چند وقت پیش به خرم‌آباد برای حمایت از کاندیدای اصلاح طلب آقای محمودوند که این سفر حاشیه‌های زیادی رو داشت و در اخبار این حاشیه‌ها انعکاس زیادی داشت. برای بینندگان ما توضیحی بدید در ارتباط با این حاشیه‌هایی که در سفر شما به خرم‌آباد پیش اومد. در مورد خرم‌آباد، سفر منم به خاطر حمایت فقط از آقای محمودوند نبوده. من برای حمایت از لیست اصلاحات به دعوت شورای اصلاحات اون استان رفتم که آقای بیرانوند و آقای محمودوند، ما دو تا کاندیدا داشتیم تو لیستمون که آقای بیرانوند رأی میاره و نفر اول میشه ولی آقای محمودوند موفق نمیشه که تو این انتخابات پیروز بشه. حاشیه‌ای هم که داشت، خب طبق معمول متاسفانه، حال من نمیدونم این چه مملکتیه، مجوز سخن، اولا که ما اصلا برای سخنرانی ها مجوز نیاز نیست، چون ما اصل 27 قانون اساسی رو داریم، برای تجمعات، تظاهرات، سخنرانی هم جزء تجمعات محسوب میشه، اگر مسلحانه نباشه و برخلاف موازین اسلامی نباشه اصلا مجوز نیاز نداره، آزاده. حالا با این قوانین و آیین نامه ها و اینا چجوری رفته تو این همه ارگان های مملکتی ما، چه تو دولت چه تو ارگان های دیگه، به نظر من یه اراده میخواد که اینا رو یه مروری بکنه، با قوانین اساسی مطابقت بده و اونایی که واقعا برخلاف قانون اساسی اونا رو حذفشون بکنن. حالا اینم سفری بود که حالا به حال مجوز برایش صادر شده، که حالا من این مجوز رو اصلا غیر قانونی میدونم، چون امری که توضیح دادم مجوز نیاز نداره برای این جور چیزا طبق قوانین ما، صادر شده و ما رفتیم اونجا. البته سخنرانی انجام شد ولی بعدش یه صحبتایی شنیدم که مثلا بسیجی ها، حالا نمیدونم بسیجی ها، گروه های فشار، بالاخره یه گروه هایی اومده بودن توی فرودگاه، حالا اونجا که ما قرار بود وارد بشیم که مثلا احتمالاً نذارم من وارد شهر بشم، که البته من اونا رو ندیدم ولی بعد شنیدم که اونا با اون جمعیتی، با اون حالا گروهی مثل 50-60 نفری بودن، اومده بودن استقبال، درگیر میشن، درگیری اونجا ایجاد میشه، حتی یه آقایی رو تو سالن سخنرانی آوردن پشت پیرهنشو نشون دادن که پیرهن با چاقو پاره شده بود، حتی خوشبختانه اون آقا آسیب ندیده بود، زیرش یه چیزای کلوفتی فکر کنم داشت، من نفهمیدم ولی چیزای سیاهی بود، نمیدونم ضد گلوله بود، نمد بود، چی بود. یا مثلا دوباره مثلا موقعی که سخنرانی ما تموم شده داریم از سالن خارج میشیم، یکی خودشو به ماشین میچسبونه که حالا اون من که نمیشناختم ولی محلی‌ها میگفتن اینا هم از بسیجی‌ها هستن، که مثلا ماشین حرکت نکنه، بعد یکی میاد درو وا میکنه، که البته اونم حالا در بسته میشه، اتفاقی نمیفته، ولی متاسفانه نیروهای انتظامی هم که تو محل بودن، که البته مثلا برای امنیت هستن، من ندیدم عکس العملی نشون بدن بیان اون آقایی که به ماشین چسبیده رو مثلا جدا بکنن که ماشین بتونه حرکت بکنه بره. خود اون کسانی که برای سخنرانی یا برای تو این ستادهای انتخاباتی بودن، اونها خودشون این آقا رو جدا کردن از ماشین. و دوباره شنیدم بعدش هم باز درگیری بوده. معمولا وقتی حالا مجوزی صادر میشه، سخنرانی قرار انجام بشه، برنامه‌ای هست، وظیفه این نیروی انتظامی اینه که مانع بشه از هر گونه اخلالی. مگر میشه سخنرانی داره انجام میشه یه گروه بسیجی بیا بخونه هر کاری دلشون میخواد بکنن؟ اینم برخلاف قانونه. حالا من نمیدونم، به این نیروهای انتظامی خیلی زحمت کشیدن، همه بودن، پلیس امنیت بود، خیلی هم تلاش کردن که برنامه خوب برگزار بشه و خوبم برگزار شد، ولی اینا کارهای جنبیش بود. به نظر من نیروهای انتظامی وظیفه دارن که اصلا اجازه ندن افرادی که میخوان اخلال در یک برنامه ایجاد بکنن بتونن حضور پیدا بکنن یا بتونن وارد عمل بشن. وظیفه دارن از همون اول جلوی این حرکت ها رو بگیرن. حالا میخوان از هر جای حکومت هم اینا حمایت بشن، اونا باید وظیفه خودشون انجام بدن. یا یه موضوع دیگه که من شنیدم این که مثلا کاندیدای ما پیروز نشده. خب بله، ما دو تا کاندیدا داشتیم، یکی پیروز شد یکی پیروز نشد، ولی این رو اینگونه انعکاس نداده بودن تو این سایت ها. شما هم گفتیم برای آقای محمودوند رفتین، در صورتی که من برای لیستمون رفتم که دو نفر بودن. مسئله بعدی، باز من تو خبرها اصلا خودم ندیدم، شنیدم یه خانومی که حالا نمیدونم همسر یا مادر یکی از این افرادی که در سوریه کشته شدن، که مثلا اومده بعد محافظ من اونو زده و یه هم چیزی مطرح شد که اصلا اولا من محافظ دارم، اونجا محافظ نداشتم. بعد که تازه من پرسجو کردم فهمیدم جریان این خانم چی بوده و این خانم کی بوده. در حین سخنرانی من، حالا یه جایی که دیدیم وسط سخنرانی جمعیت مثلا شعار میدن، دست میزنن در تایید سخنران، مثلا شعار میدادن پیروی صحبتهای من که مثلا درود بر این درود بر اون، یه خانومی شروع کرد با من حرف زدن که مثلا من نمیفهمیدم صدایشون، خیلی هم آروم حرف میزد، که من گفتم خب الان که ما نمیتونیم حرف بزنیم، وقتی سخنرانی تموم شد، بعد از سخنرانی من در خدمتتون هستم.
حالا نگو، حالا من بعدم باز فهمیدم که ایشون میخواسته سخنرانی کنه، یعنی من برم کنار ایشون وایس سخنرانی کنه. بعد من ادامه دادم به سخنرانی، چون اصلا متوجه حرفای ایشون هم نشدم. از چون جمعیت انقدر تون سالون زیاد بود که روز سنی که من وایساده بودم سخنرانی میکردم، پشت منم پر جمعیت خانوما بود. بعد مثل که ایشون مثلا به من نزدیک شده، نمیدونم حالا منو بزنه کنار یا بیاد به حال یه جوری کنار من سخنرانی بکنه یا مانع سخنرانی من بشه، اینا دیگه نمیدونم. اینا همه تفسیرهاست. خانومی که همراه من بود، که از اساتید دانشگاه خود ما هم هست، مثلا بهشون گفته که نه، به خانم هاشمی که گفتن شما بعد از سخنرانی ایشون مثلا هر چی میخواین بگین. بعد حالا این عنوان شد که در همین حد مثلا یه همچین صحبتی عنوان شد که محافظ من ایشونو زده. من اصلا محافظ ندارم که بخواد کسی رو بزنه. اونجا مثلا همچین صحنه ای نبوده که حالا بگیم یکی نفر دیگه مثلا ایشونو زده. دروغه. یعنی متاسفانه من نمیدونم این اصولگراها بر اساس دین اخلاق اسلام چیه که انقدر اینا دروغ گفتن براشون راحته و به نام دین حاضرن هر کار خلافی رو انجام بدن، دین رو آسیب بهش بزنن. و همه این چیزایی که گفته شد دروغ بود تو این سفر. بعدم یه خبر خودم دیدم، مثلا سخنرانی فائزه هاشمی یا اومدن فائزه هاشمی به این شهر رو به هم ریخت. سخنرانی به هم نریخت، اتفاقا سخنرانی در نهایت آرامش، استقبال خوب مردم، همه اینا انجام شد. اونایی که شهر رو به هم ریختن یه مش افرادی بودن که با پشتیبانی که از بخشی از حکومت دارن اجازه، یعنی به خودشون اجازه رو میدن که هر کار غیر قانونی رو هم انجام بدن. اونها به هم ریختن و نیروی انتظامی هم وظیفه‌اش بود که جلو اونها رو بگیره که این اتفاقات نیفته تو شهر. دیگه نمیتونن که وقتی قانون وجود داره سخنرانی رو اجازه داده، اونها بخوام بیا مانع سخنرانی بشن یا شلوغ بکنن یا به هم بریزن یا دعوا و کتککاری راه بندازن. آخه اینا کجای قانون پیش بینی شده؟ حرکات غیر قانونی رو میکنن، بعد نسبت به دیگران دروغ سازی میکنن. خانم هاشمی، دور دوم انتخابات مجلس هم به پایان رسید. میخواستم ارزیابی شما رو از برگزاری دور دوم انتخابات بدونم. خب در مجموع به نظر میاد اصلاح طلبان بیشترین آرا رو تو مجلس دارن. حالا آماری که ما داریم، حالا من چون دقیق نمیدونم آمار رو نمیگم، ولی نزدیک حالا بالاتر از 40%، بین 40-50% آمار اصلاح طلبانه. ضمن این که گروهی هم که مستقلن که اونا هم آمار بالایی داره، احتمال میدیم که عمدتاً باید کسانی باشن که حامیان دولت باشن. و من خب از این ترکیبی که در مجلس ایجاد شده برای این دوره بسیار راضی ام و فکر میکنم خیلی خوبه، فرصت خیلی خوبی رو حالا هم بر خود مجلس که کار اساسی انجام بده و هم برای دولت که دیگه مجلس عاقل و اصلاح طلب و معتدل و حامی دولتی در اختیارش هست، بتونه کارهای منطقی و برنامه‌های درستش رو، که البته ما انتظار نداریم مجلس هر چی دولت میگه بله، طبیعتاً دولت هم باید تلاش بکنه برنامه‌های درستی رو ارائه بده بالاخره این کار انجام بشه. به نظر من فرصت خیلی خوبی که دولت از این فرصت باید استفاده بکنه، چون تا حالا میگفتیم که به هر حال مجلس همراهی نمی‌کرد. مثلا در انتخاب وزرا دست دولت باز نبود، در انتخاب استانداردها دست دولت باز نبود، در انتخاب مدیر کل‌ها دست دولت باز نبود. مجلس در هر کوچکترین چیزی که مخالف اونا بود شروع می‌کرد به برخوردهای سیاسی، جبهه می‌گرفت، تذکر، سوال، استیضاح وزرا، وزیری که خوب کار کرد مثل آقای فرجی‌دانا رو استیضاح کردن و برکنار کردن. الان دیگه به نظر میاد این مشکلات حداقل تو این قسمت حل شده. البته معنیش این نیستش که دولت تو همه زمینه‌ها دستش بازه. طبیعتاً مثلا در رابطه با زندانیان سیاسی، در رابطه با رفع حد از آقای میرحسین و خانم رهنورد و آقای کروبی، اینا هنوز اختیاری دولت نداره. ولی همین مجلس، چون از یه طرف هم حتی اون قسمت اصولگرایانش هم که وارد مجلس شدن، حالا تا جایی که من میشناسمشون، حالا همه رو نمیشناسم، به نظر میرسه که اونها هم اصولگراهای پرهیاهو و شلوغ و غیر منطقی و در واقع یه جوری ماجراجو نیستن و آدمهای منطقی تر و عاقل تری وارد مجلس شدن، اصولگراهای معتدل بیشتر وارد مجلس شدن، که اینم باز فرصت خوبیه که در اختیار دولت قرار داده، که الان دیگه نمیشه گفت که نتونستم، نذاشتن، مجلس نذاشت. دیگه الان فرصتیه که مردم انتظار دارن که رأی اومدن، دادن، حمایت کردن، پشت دولت و اصلاح طلبان و به حال همه ایستادن و حالا نوبت مجلسی‌ها و دولتی که پاسخ بدن به این حرکت خوب مردم و اونها رو ناامید نکنن. خانم هاشمی، شما اشاره کردید به ترکیب جدید مجلس شورای اسلامی، یعنی مجلس دهم. آقای یونسی هم دستیار ریاست جمهوری در امور اقوام و ادیان، یک سال و نیم پیش گفتند که مطالب مربوط به حقوق شهروندی رو زمانی میشه طرح کرد که انتخابات مجلس انجام بشه و ترکیب جدیدی از نمایندگان وارد مجلس بشن. چند وقت پیش هم یکی از دستاندرکاران قوه مجریه گفت که بعد از پایان دور دوم انتخابات، نخستین طرح‌ها و لوایحی که به مجلس ارائه میشه همین لایحه حقوق شهروندیه.
به دلیل اینکه شعار انتخاباتی آقای روحانی هم همین حقوق شهروندی به اصل شایسته سالاری بود که متاسفانه تا کنون اتفاق نیفتاده. با توجه به این ترکیب جدید مجلس و عزم دولت، آیا میشه انتظار داشت که این لایحه حقوق شهروندی به صورت یک قانون در قوه مقننه تقنین بشه و جنبه قانونی به خودش بگیره؟ ببینید، تو اون قسمت شایسته سالاریش به نظر من الان دست دولت بازه که بتونه اگر لازمه، که برام فکر می‌کنم لازمه، یه تغییراتی در کابینه و مجموعه مدیران دولتی بده. چون این چیزی که فقط تو مجلس، حالا قسمت وزراش تو مجلس باید به تصویب برسه و جای دیگه هم نمیره. بنابراین این امکان خیلی خوب وجود داره و به نظر من لازمه. تو قسمت قوانین، خب ما میدونیم ما بعد از مجلس شورای نگهبان رو داریم. یعنی اینجوری نیست که حالا دست دولت و مجلس باز باشه، هر چی خواستن تصویب بکنن. ما شورای نگهبان رو داریم که قوانین بعد از تصویب باید برن توی، یعنی لوایح و طرح بعد از تصویب باید برن تو شورای نگهبان اونجا هم تایید بشه. خب موضع شورای نگهبان ما میدونیم، مجلس ششم هم یادمون نرفته که خیلی چیزا در مجلس ششم تصویب شد ولی رفت شورای نگهبان رد شد. و حالا ممکنه فکر کنی خب خیلی خوب، اگر مورد اختلاف مجلس شورای نگهبان باشه میره تشخیص مصلحت. تشخیص مصلحت هم باز اکثریت اصولگرا هستن، یعنی در مسیر مجلس و دولت نیستن اکثریت تشخیص مصلحت، تو اونا منصوب رهبری هستن دیگه. بنابراین نه اینکه فکر کنیم حالا اگر این لایحه حقوق شهروندی یا سایر مسائل راحت بره تو مجلس و تموم بشه، من خیلی این امیدو ندارم، چون ما عملکرد شورای نگهبان رو دیدیم حالا تو همه خود انتخابات. متاسفانه شورای نگهبان هم از جایگاه قانونی خودش یه مقداری خارج شده و اونم داره فراقانونی عمل میکنه، تفسیرهایی از قانون اساسی میکنه، قانون اساسی میکنه که اصلا در چارچوب وظایف اونا نیست. حالا من بعداً اگر پیش اومد توضیحات بیشتر رو میدم. بنابراین اون قسمت اون مانع هنوز وجود داره. سوال بعدی من خانم هاشمی برمیگرده به بانوان کشورمون. این بار بانوان رکورد حضور در مجلس رو شکوندند و 17 نماینده خانم وارد مجلس شدند. با توجه به اینکه آقای روحانی هم از ابتدا نسبت به حضور فعال بانوان تو عرصه های مختلف کشور نظر مثبتی داشتند، آیا شما فکر میکنید توی این افق سپهر جدید سیاسی ایران فضا برای فعالیت بانوان تفاوت چشمگیری خواهد کرد؟ خوشبختانه این انتخابات این دوره پیام‌های زیادی و خوبی‌های خیلی زیادی داشت. یکیش هم همین افزایش تعداد خانم‌ها بود که تقریباً دو برابر شده توی مجلس. البته خب یعنی بالاترین آمار زنان هم در تمامی مجلس‌های بعد از انقلاب هم هست، بعد از مجلس پنجم. اون مجلسی که ما بودیم، ما 14 نفر یا 15 نفر بودیم، فکر کنم 14 نفر بودیم، الان شده 17 نفر، نمیدونم یا 18 نفر. حالا فکر کنم با خانم مینو خالقی میشن 18 نفر. خب این خیلی خوبه، طبیعتاً فضا خیلی بهتره. البته ما باز اینم باید در نظر بگیریم، 18 نفر در مقابل 290 نفر خب طبیعتاً آرای قابل توجهی نیست، مجلس هم رأی دیگه. ولی یه نکته مثبتی که کنار این قضیه وجود داره، افراد آمار اکثریت اصلاح طلبانه که اونها هم خودشون کمک کردن، تلاش کردن، به خصوص حزب کارگزاران. مثلا حزب کارگزاران بیشترین نمایندگانی که در این دوره کسب کرده از خانم‌هاست. تعداد خانم‌های نماینده ما از تعداد نمایندگان آقایون حزب کارگزاران بیشتر شده و این خودش نشون دهنده ذهن باز حالا کارگزاران و سایر احزاب اصلاح طلب نسبت به حضور خانم ها، حمایت از خانم ها، کمک به خانم ها، در کنار قرار گرفتن خانم ها برای مسائل حالا مربوط به خانم ها. البته انتظارم نداریم که خانم ها فقط توی حیطه خانم ها کار بکنن، طبیعتا خانم ها بر اساس تجربه‌ای که دارن و تخصصی که دارن تو کمیسیون های مختلف قرار میگیرن که حالا هم کار مربوط به زنان رو انجام میدن، حقوق زنان، و هم مسائل امور عادی جامعه رو هم خب دنبال میکنن دیگه، مسائل فرهنگی، اقتصادی، سیاست خارجی، امنیتی و الی آخر. ولی نکته که الان وجود داره، من میخوام از این در واقع تریبون شما استفاده کنم به خانم های نماینده پیام بدم که خواهش کنم که تو این دوره هم باید خیلی جدی باشن، چون این دوره خیلی همه تلاش کردن که خانم ها وارد، یعنی این دولت میمونه، یه فرصت استثنایی الان در اختیار این خانم ها قرار گرفته که خودشون رو نشون بدن، انتظارات زنان جامعه رو بهش توجه بکنن، مطالباتشون رو، و تلاش کنن که اونها رو در حد حالا توانی که دارن و قانون اجازه میده و فضای مجلس اجازه میده محقق بکنن. البته فضا رو هم باید خودشون بسازن، صرف این که فضا اجازه نداد یا نمیشه این خیلی قابل قبول نیست. بعد برن به سمت، الان ما فضای اصلاح طلبی داریم و خیلی خوب میشه جلب همکاری کرد تو موضوعات زنان به خصوص. مثلا من الان انتظار دارم این خانم ها تلاش کنن برای حضورشون در هیئت رئیسه، برای بودن در کمیسیون های مختلف به عنوان رئیس، به عنوان دبیر، صرف نمایه بودن نیست، الان باید دیگه وارد
این سمت‌ها بشن، تلاش کنن، مبارزه کنن برای گرفتن این سمت‌ها و مایه بزنن از خودشون. این خیلی مهمه و مطمئنم اصلاح طلبان و اون گروه مستقل ما و اون معتدلین هم حتما از این قضیه، همونجوری که تو لیست‌ها قرار دادن به تعداد خیلی زیادی، مثلا تهران همیشه 5 تا خانم تو لیستش بود، این دفعه 8 تا خانم تو لیستش بود. طبیعتاً این فضا در مجلس هم ادامه پیدا میکنه. تو فراکسیون اصلاح طلبان برنامه‌ریزی کنن، پیشنهاد بدن، دنبال بکنن، مطالبه بکنن که انشالله محقق بشه و ما تعدادی از خانم‌ها رو در پست‌های مدیریتی اونجا داشته باشیم. اونجا کمیسیون‌های زیاد، کمیسیون‌هایی که هست، ضمن اینکه مثلا مرکز پژوهش‌ها، نمی‌دونم خیلی بخش‌های دیگه هم هستش که خانم‌ها بعد دنبال گرفتن سمت‌های اونجا هم باشن. این اعتماد به نفس رو داشته باشن و دنبال کنن که در اینجا قرار بگیرن. خانم هاشمی، شما به خانم مینوی خالقی اشاره کردید. خانم خالقی در دور اول انتخابات تو حوزه شهر اصفهان رأی آورد و به عنوان نماینده منتخب اصفهان انتخاب شد. اما چند وقت بعد آقای سیامک رهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، اعلام کرد که رأی خانم خالقی باطل شده. چند روز پیش آقای روحانی با استناد به قانون اساسی گفت تنها مجلس میتونه اعتبارنامه نمایندگان رو بررسی کنه و هیچ نهاد دیگه‌ای حق مداخله توی اونو نداره. و یه روز بعدم آقای مطهری، نماینده تهران از مجلس، یه نامه‌ای به آقای روحانی نوشت و از ایشون خواست تا به وزارت کشور دستور بده اعتبارنامه خانم مینوی خالقی رو که شورای نگهبان باطل کرده بود صادر کنه. نظر شما رو در این ارتباط می‌خواستم بدونم. ببینید، خودتون توضیحات رو دادیم. این کار شورای نگهبان غیر قانونیه. بعد از اینکه رأی داده میشه و انتخابات تایید میشه و اینا، نمیشه بیان صلاحیت یه نفر رو حتی اگر اسناد خیلی مهمی هم به دستشون رسیده باشه باطل بکنن. مرحله بعدی پیش بینی شده که در قانون ما مجلسه و نمایندگان مجلسه که باید اگر اسناد جدیدی اومده اونو بررسی بکنن، حالا یا اعتبارنامه رو تایید میکنن یا رد میکنن. این از همون مسائل فراقانونی بود که گفتم شورای نگهبان بر خودش تفسیر میکنه، خودش هم اجرا میکنه، به نفع خودش هم عمل میکنه. متاسفانه شورای نگهبان به عنوان یک جناح و گروه داره عمل میکنه در بعضی از موارد و از اون بی‌طرف بودن و اون در واقع جایگاه نظارتی خودش به عنوان نهادی بی‌طرف خارج شده. اینم یکی از همون موارده. بعدم آقای روحانی نباید بگن که شورای نگهبان باید این کار را بکنن یا نکنن. اصلا الان دیگه به شورای نگهبان کاری نداره آقای روحانی. آقای روحانی و وزیر کشور آقای روحانی بعد حکم آقای خانم مینو خالقی رو صادر کنن. حالا اگر شورای نگهبان بخواد عمل کرده غیر قانونی داشته باشه خودش دیگه بعدم میدونه. ولی وظیفه آقای روحانی فقط گفتن نیست، بلکه الان دست آقای روحانی و دولت و وزارت کشور بعد حکم صادر بکنن. حالا اگر اونا میخوان اعتراض بکنن، نکنن، اقدام دیگه‌ای بکنن، آقای روحانی و دولتش باید کارو انجام بده، وظیفه‌شو باید انجام بده. یعنی اگر الان حکم خانم خالقی صادر نشه، کوتاهی وزارت کشور دولت آقای روحانی هستش. بعد حکم صادر کنن میره تو مجلس بررسی میشه. خود مجلسی‌ها میدونن که این اعتبارنامه تصویب بشه یا نشه. آقای علی مطهری هم حرف خوبی زدن دیگه، این کار توسط وزارت کشور انجام بشه و آقای روحانی، حالا اینکه تو سخنرانیشون گفتن خیلی خوبه، نشون دهنده تفکر ایشونه که خیلی هم مثبته، ولی بعد دستور عمل هم بدن. فقط بیان در سخنرانی کافی نیست، چون این قضیه در اختیارات رئیس جمهور و وزارت کشور دیگه، بعد به وظیفه خودشون عمل بکنن. خانم هاشمی، همینطور که اشاره کردید ترکیب مجلس تغییر کرده و اکثریت با معتدلین در مجلس دهم، همینطور در دولت آقای روحانی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. ولی از سوی دیگه ما شورای نگهبان رو داریم و سایر نهادهای دیگه‌ای که پا رو کاملا فراتر از قانون میذارن، مانند همین مورد خانم مینوی خالقی، نماینده مردم اصفهان. منظورم گروه‌ها و ارگان‌های انحصار طلبیه که با بحث اعتقادی اکثر مشاغل و پست‌های مهم رو تو انحصار خودشون درآوردن و ما شاهد تقابل شدیدی بین این دو جناح در جامعه هستیم. می‌خواستم ارزیابی شما رو در این ارتباط بدم. خب اینو بگم، تو اون سوال دومتون بود جواب دادم. خب الان انتظار اینه که حالا حداقل پست‌هایی که در اختیار دولته پیشبینی بشه آدمای کارا، حالا ممکنه بخشش هم اصولگرا باشن، ولی بعد بتونن در چارچوب اهداف و اون سیاست‌های دولت حرکت بکنن. آدمای کارا رو، یعنی در واقع به نظر من افراد معتدل و معقول از هر دو جناح خوبه بیان. به حال اصلاح طلبا هم انتظار دارن دیگه. ما اگر حزبی بخوایم عمل بکنیم و یعنی چون یکی از مشکلاتی که ما تو جامعه خودمون داریم این که احزابمون واقعی نیستن،
یعنی کارکرد یک حزب واقعی رو ندارن و حالا یه سریش مشکلاتش قانونیه، یه سری هم برمیگرده به خود ما احزاب که تو اون سیستم واقعی که یک حزب کارکرد باید داشته باشه قرار نگرفتیم. خب حزب یعنی همین، اگر برفرض اصلاحات پیروز میشه، اگر یا اصولگرایان پیروز میشن، بالاخره باید بتونن نیروهای خودشون رو قرار بدن که در چارچوب اعتقاداتشون و اون برنامه‌ها و اهدافی که اون حزب داره مسیر حرکت کنه، یا اون پیروزین اون موضوع دارن بتونن حرکت کنن، عمل بکنن و جلو برن دیگه. منی که اعتقاد برفرض به دولت ندارم، وقتی یه سمتی بگیرم طبیعتاً کارشکنی میکنم، مگر اینکه آدم معقول و منطقی باشم و یعنی نشون داده باشم که تو اون چارچوب یا تو اون جایگاه قرار گرفتم. نه، من چون مثلا برفرض وزیر دولت آقای روحانی هستم یا مثلا مدیر کل یکی از ادارات در دولت آقای روحانی هستم، در چارچوب همون اهداف و برنامه‌های دولت حرکت می‌کنم، کارشکنی نمی‌کنم. به هر حال معتدلین و عاقلین رو اگر قرار بدن تو این سمت‌ها، حداقل تو اون جایی که در اختیار حالا دولت یا مجلسه، چون مجلس هم سمت‌های اداری سمت‌های زیادی داره. مثلا یک مثال بزنم، مرکز پژوهش‌ها. خب مهمه که کی اونجا قرار بگیره، چون مرکز پژوهش ها بازوی میتونه بازوی کارشناسی و کارهای تحقیقاتی در رابطه با لوایح و طرح ها رو انجام بده. به هر حال الان البته بخش کوچیکی از اون مناصب در اختیار دولت قرار میگیره، بخش عمدهش اونوره، قوه قضاییه است، نمیدونم شورای نگهبان دیگه کجاها رو داریم، سپاه، نمیدونم بسیج، خیلی سازمان ها و ارگان هایی هستش که زیر مجموعه رهبری قرار میگیره، صدا و سیماست، حالا من همین چیزا یادم نیست، ولی به هر حال بعد کم کم چیز بشه دیگه، مملکت بره به سمت اصلاح و تغییرات لازمی که لازم، یعنی تغییراتی که باید انجام بگیره انجام بگیره، که واقعا اون اصلاحات منطقی، اصلاحاتی که حق مردمه، اصلاحاتی که قانون پیش بینی کرده و متاسفانه اجرا نمیشه، همه اینها بیاد کم کم تو مسیر خودش قرار بگیره. خانم هاشمی، سوال بعدی من دوباره مربوط میشه به مجلس. می‌خواستم نظر شما رو در ارتباط با برنامه مجلس دهم، مثلا همین بحث ریاست مجلس که الان میان آقای عارف و لاریجانی بالا گرفته بدونم. خب ببینید، من الان تو سوال قبلی توضیح دادم که احزاب کارکرد واقعی ندارن، اما ما که حزب داریم و به هر حال همین بخشی که توضیح دادم در سوال قبلی میتونه احزاب رو کم کم در جایگاه واقعی خودشون قرار بده. یکی از این مسائل همین ریاست مجلس یا سمت‌هایی که الان قراره تو مجلس آینده افراد از اونجاها بشینن. خب اگر ما قبول داریم که اصلاحات و گروه معتدل، حالا بیشتر اصلاح طلبان، پذیرفته شدن، رأی آوردن و در اونجا قدرسی که مثلا حزب خاصی رأی نیاورده، ولی احزاب اصلاح طلب همه با هم یکی شدن و با هم دیگه کاندیدا معرفی کردن و تونستن اکثریت مجلس رو، حالا اکثریت نسبی رو به همراه معتدلین البته، به دست بگیرن، ولی باز خود اصلاح طلبان هم بیشترین اکثریت رو دارن تو مجلس، زیر 50% بیشترین آمار مال اوناست. خب این هم باز یکی از همون مسائل حزبی و تشکیلاتیه. اگر ما بخوایم در قالب تشکیلات عمل کنیم، اولا خود نمایندگان تو مجلس هستن که تصمیم میگیرن، با فراکسیونی که تشکیل میدن و هماهنگیایی که میکنن که کی رو به عنوان ریاست و یا سایر سمت‌های از رئیس انتخاب بکنن. ولی خب عاقلانه ترین اینه که باز اینجا هم این نمایندگان اصلاحات تشکیلاتی عمل بکنن، حزبی عمل بکنن. خب اگر اصلاحات پیروز شده، طبیعتاً انتظار اینه که رئیس مجلس هم از همین کاندیداهای اصلاحات باشه دیگه، و کسی که حالا به هر حال ما آقای عارف رو داشتیم، سرلیست اصلاح طلبان توی تهران بود، زحمت رئیس شورای عالی، حالا نمیدونم ستاد اجراییش یا شورای عالیش، بالاخره یه سمتی هم توی انتخابات داشتن برای این هماهنگی‌هایی که در انتخابات انجام شد و توی مرحله دوم، هم تو مرحله اول هم تو مرحله دوم خیلی زحمت زیادی کشیدن. الانم ایشون باز داره برنامه‌ریزی‌هایی می‌کنه برای در واقع برنامه مجلس آینده، ارتباطی که با نمایندگان مرتبط داره برقرار میشه، هماهنگ کردن نماینده ها، یعنی باز ایشون رها نکرده که من انتخابات تموم شد و کار ما هم تموم شد. به هر حال من فکر می‌کنم آقای عارف با توجه به نگاه حزبی ما و تشکیلاتی ما، شاید بیشترین یعنی مناسب‌ترین فرد باشه برای ریاست مجلس. به هر حال اصلاح طلبانی که اومدن رأی دادن با این، یعنی به خصوص انتخابات این دوره و اون رد صلاحیت های گسترده شد که خیلی از کاندیداها رو اصلا خیلی نمیشناختن، فقط به دلیل اینکه احزاب اونا رو صالح تشخیص دادن و در لیستاشون قرار دادن، رأی دادن، الان هم انتظار دارن که باز حزبی عمل بشه دیگه، تشکیلاتی. یعنی ما مردم اومدن با این نگاه خوبشون و با این روش عاقلانه و بالغانه‌شون به حزب رأی دادن، حالا اگر حزب بیاد یا این اصلاحات بیاد یه کار غیر حزبی و تشکیلاتی بکنه، در واقع نقض غرضه. یعنی ما از مردم عقبی،
ما هم باید بر اساس اون نگاه حزبی رئیس و اون گروهی از رئیس رو انتخاب بکنیم و حال لابیایی توی مجلس باید انجام بگیره و ببینن که چگونه باید باشه. و آخرین سوال من خانم هاشمی مربوط میشه به معترضان. تقریبا همه روزه ما شاهدیم که معترضان در خیابانها روبروی مجلس دست به تظاهرات میزنن، تجمعات اعتراضی، ولی برخلاف گذشته از سوی نظام مورد سرکوب قرار نمیگیرن. گویا یک تعاملی میان دولت، نظام و معترضین، مردم معترض که دست به تجمع میزنن برای احیای حقوق از دست رفتشون، داره در جامعه برقرار میشه. میخواستم نظر شما رو در ارتباط با این فضایی که داره در جامعه، فضای تعاملی که داره در جامعه برقرار میشه میان معترضان و مردم بدونم. ببینید این که خیلی خوبه، یعنی باز من اول صحبت هم داشتم که اصل 27 قانون اساسی میگه که این تظاهرات و تجمعات اصلا نیاز مجوز هم نداره. این که مردم بتونن در مورد موضوعات مختلف بیان اعتراضشون رو خیلی به صورت مدنی بیان بکنن و حالا مسئولین هم بیان پاسخ بدن، حالا یا بتونن تاثیر بذارن یا تاثیر نذارن، این عالیه و بسیار از این قضیه من استقبال میکنم. ولی یه ولی داره، الان گروه هایی میان بیرون اعتراض میکنن که همه معترض دولتن. آیا شما گروه هایی را میبینین که معترض مثلا شورای نگهبان باشن بتونن اعتراض بکنن؟ معترض سیاست هایی که حالا اون گروه اصولگرا و اون بخش از حاکمیت ما که بیشتر انحصارگرایانه عمل میکنه اعتراض داشته باشن و بتونن بیان بیان کنن، مثلا برای نرفتن دخترها تو استادیوم برای تماشای مسابقه والیبال، مسابقات والیبال که به صورت جهانی بود تو ایران برگزار میشد، دخترها رفتن اعتراض کردن، دستگیر شدن، اونا رو به هم ریختن، اجازه ندادن اون تجمع ادامه پیدا بکنه. این که این حرکت شروع شده خیلی هم عالیه، ولی باز اینم اگر ما در انحصار خودمون قرار بدیم، فقط معترضین به دولت رو برای اینکه تبلیغات کنیم علیه دولت که دولتش کار نکرده، دولت این همه مشکل داره، و بخوایم انتخابات آینده ریاست جمهوری رو تحت تاثیر قرار بدیم که مردم از مثلا آقای روحانی یا اصلاح طلبان ناامید بشن، خب این چیز نیست، این نیت پاکی توش نیست. حتما باید این تجمعات ادامه پیدا بکنه، ضمن اینکه اعتراضات به سایر بخش های حاکمیت هم باید بتونه اجازه مطرح شدن داشته باشه و ما این رو با یه نگاه غیر انحصاری ببینیم. آیا مردم میتونن بیان به رهبرم اعتراض بکنن؟ آیا مردم میتونن بیان به مثلا صدا و سیما هم اعتراض بکنن؟ چرا ما اینا رو نمیبینیم؟ اونا هم باید باشه، تکمیل بشه این اعتراضات و این فضای اعتراضی اینجوری کامل بشه و عادلانه بشه و ادامه دار باشه. سپاسگزارم. خواهش میکنم.